گل نهادم، دسته های گل نهادم، بر مزار من چه سود در زمان بودنم، در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده. از تلاش‌های ناپردازانه سیاوش اوستا بزرگداشت مهربانیاران در دوران حیات و زندگی آنها بوده است. پیش از همه ارج نهادن به جامعه هنری دقیقاً از سال 1983 که جو وحشت و جنگ و سیاهی و خشم و اندوه فضای ایران و حتی ایرانیان خارج را نیز گرفته بود، به گونه ای که هنرمندان مشهور و درجه یک ما در رستوران‌های کوچک 20 یا 30 و 40 نفره برنامه اجرا می کردند، ایشان با همکاری یاران مهربانش در اروپا سالن‌های بزرگ چند صد و یا چند هزار نفره را بر روی هنرمندان و مردم گشود. نمایشنامه پرویز صیاد، صمد به جنگ می رود و صمد از جنگ برمی گردد، ده ها اجرا در پاریس و دیگر شهرهای اروپایی داشت و چند صد هزار دلار در هنگامی که دست همه هنرمندان تهی از پول بود به دست آورد. خانم مریم پروین در نخستین مرحله بزرگداشت هنرمندان با سیاوش اوستا همکاری چشمگیری داشت. تماشاگران گرامی، یه اشاره بکنید اقلا وقتی برنامه شروع میشه ما بدونیم که شروع شده یا نه. با درود به شما، مهمان گرامی این هفته ما آقای دکتر حسن عباسی، پژوهشگر، نویسنده و شاعرم بگم؟ نه، ما قابلیت شاعری که نداریم. درود بر شما پرویز صیاد. سلام، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید. سپاسگزارم. به هر حال ایشون از جمله نویسندگانی هستن که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافیای فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در دسترس علاقمندان هست به لس آنجلس آمدند و در روز 5 مارچ، شنبه 5 مارچ، برای امضای کتاب در شرکت کتاب بزرگداشت ویژن با برگزاری تور اروپایی در 60th سالگرد تلاش هنری سلطان جاز ایران برگزار شد. یه پارچه اخلاقه، قربونت برم، شما و عباسی و تمام فامیلتون خیلی محبت کردیم، من خیلی متشکرم ازتون. خب کلوار بزن بریم. شکستن جو سانسور هنرمندان داخل کشور چون اساتید بزرگ فرامرز پایور، بهاری، اسدالله ملک، جلیل شهناز، ایرج، ناصر مسعودی، علی تابش و بسیاری از هنرمندان دیگر با یک برنامه رندانه با همکاری استاد نادر گلچین که حتی چند تن از هنرمندان که در آن دوران در زندان رژیم بودند نیز آزاد شدند. این مورد بسیار جالب و حساس را سیاوش اوستا در سالهای 1990 طی مقاله مستند در نشریه این امروز چاپ لندن به سردبیری استاد پرویز بسفهانی استاد شهرام ناظری آلبوم گل صدبرگ را در ایران منتشر کرده بود و ترانه زیبایش گل صدبرگ که در آن می‌خواند اندک اندک جمع مستان می‌رسند، نیستان رفتند و
هستان میرسند، از مولانا جلال الدین بلخی نوید نوینی از آزادی و رفت رژیم را میداد. سیاوش اوستا از شهردار پاریس، آقای ژاک شیراک درخواست پشتیبانی از برگزاری کنسرت استاد شهرام ناظری را در تئاتر شهر پاریس کرد، با تاکید بر اینکه هیچ یاد و نامی از ایشان به میان نیاید، و مدیریت کار را سرکار خانم سین کا به عهده گرفت و پای استاد شهرام ناظری به اروپا برای برگزاری کنسرت‌های بزرگ باز شد. در بازگشت استاد شهرام ناظری در فرودگاه مهرآباد مورد بازجویی و مزاحمت قرار گرفت که اندک اندک جمع مستان میرسند و نیستان رفتند و هستان میرسند یعنی چه؟ یعنی ما و رژیممان نابود میشویم و مخالفان ما میآیند. استاد شهرام ناظری رندان پاسخ داده بود که حاج آقا، مثل اینکه شما خیلی پرت هستید. این شعر از مولوی است و صدها سال پیش. به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و گامی زنید، به میدان برآیید و گامی زنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید. بزرگداشت استاد اسماعیل پوربالی، دوست صمیمی امیر عباس هویدا و آخرین مدیر دفتر رادیو و تلویزیون پادشاه در پاریس، ایشان سردبیر ماهنامه روزگار نو بود و حدود 20 نویسنده و شخصیت با روزگار نو همکاری می‌کردند. سیاوش اوستا طی برنامه با شکوهی در پاریس درست 3 سال پیش از مرگ ایشان با حضور یاران بسیاری از ایشان تجلیل نمود. خانم آذر شیبا که سالها پیش از میدان هنری خارج شده بود، توسط سیاوش اوستا به عنوان مسئول بخش هنری انجمن فرهنگی ایران و فرانسه فعال شد و تلاش‌های شگرفی در زمینه هنر و هنرمندان ایرانی در خارج از کشور به عمل آورد و حتی تلاش‌های زیادی در جهت ترک اعتیاد هنرمندان انجام شد، تا حدی که حتی تا خونه یکی از خوانندگان بسیار محبوب در آمریکا تعویض شد. نمایش مصدق بی بهاران و انجام تمرین یک ماهه این نمایش در پاریس در سالن شادروان رضا معاون که از هواداران وفادار پادشاهی بود و اجرای این نمایش در اروپا و سراسر جهان به کارگردانی رضا علامه و بازی ناصر رحمانی نژاد، علی پورتاش و کامران نوزاد بود. برگزاری و بزرگداشت جشن‌های ملی میهنی نوروز، سیزده بدر، مهرگان، یلدا و سده نیز از ابتکارات سیاوش اوستا بوده است که از سال‌های 1980 در پاریس و اروپا با حضور هزاران نفر و در برابر برج ایفل، جنگل بولون و یا در سالن‌های بزرگ و باشکوهی چون کاخ ورسای، تئاتر دوپقی و یا کازینو دوپقی برگزار گردید.